به نام خدا، سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم، میخوام 4 تا نشونه خیلی واضح و آشکار رو بهتون بگم که با این نشونه ها میتونید کامل اطمینان پیدا کنید که یک مرد واقعا شما رو میخواد و با شما جدی هست. ببینید، خیلی وقتا شاید شما تو رابطه بخواید وارد بشید که فقط سرگرمی باشه، براتون تفریح باشه، اما شاید خیلی وقتا شما بخواید وارد رابطه بشید. خب اکثر مواقع اصلا واسه خانم‌ها همینه که وارد رابطه که میشن میخوان ببینن هدف اون رابطه چیه و آیا اون مرد جدی هست یا نه. حالا من توی این ویدیو 4 تا نشونه خیلی واضح و آشکار رو بهتون میگم که تا 90% میتونید مطمئن باشید که واقعا اون مرد با شما جدی است و هدف واقعی میخواد. شماره 1، اولین نشونه و آشکارترین نشونه که یک خانم میتونه متوجه بشه که آیا یک مرد واقعا رابطه جدی میخواد با من، نمیدونم هدفش جدی یا نه، یا دوستم داره یا نه، اینه که به زمانی که اون شخص برای این خانم میذاره باید خیلی دقت کنه. ببینید، من قبلا در مورد زمان صحبت کردم، در مورد تایم صحبت کردم. یعنی چی؟ ببینید، زمانی که یک مرد خب تایم اضافه داره، خیلی براش راحته که این تایم رو برای شما بذاره، یا وقتی هم برای شما میذاره دیگه. مثلا اگر تو طول هفته 5 روز اضافه داره، خب 1 روزش هم یا 2 روزش هم برای شما میذاره. این به کنار، یه زمان هست یک مرد تو طول هفته خب سر کار میره، درگیری های ذهنی خودشو داره، نمیدونم مشغله های خودشو داره، کلن 2 روز یا 1 روز وقت اضافه داره و حالا چی کار میکنه؟ میاد اون 1 روز یا 2 روز رو، یه روزشو در اختیار شما میذاره، یه روزشو دوست داره که در کنار شما باشه، و یا اگرم واقعا خیلی دوست داشته باشه شما رو، و یا خیلی حالا تمایل داشته باشه که با هم باشید، کل اون 2 روز در اختیار شما میذاره. خب این خیلی فرق داره با قبلی. مردی که حالا تایم اضافه داشته، یه قسمتشو برای شما گذاشته، تا مردی که کلن تایم کم داشته و همون تایم کم و حیاتیشو که به هر حال تایم استراحتش بوده، تایم تفریحش بوده، تایم خالیش بوده رو، و خیلی تایم مهمی هم براش بوده رو، داره در اختیار شما میذاره و دوست داره پیش شما باشه. خب این خیلی تفاوت ایجاد میکنه دیگه. یا یه مثال دیگه بذارید براتون بزنم. مثلا این میمونه که خب من قبلا همینو گفتم، 100,000 تومان پول دارم، حالا 100,000 تومان الان مثاله، و همه اونو در اختیار تو بذارم، یا 1,000,000 پول دارم و فقط 100,000 تومانشو در اختیار شما بذارم، من در هر دو حالت اون 100,000 تومانو به شما دادم، اما مسلما برای شما زمانی ارزشمنده که من کلا همه چیزی که داشتمو در اختیار شما گذاشتم. و خب این خیلی باید برای شما مهم باشه و دقت کنید به این چیزا. خیلی وقتا شاید شما متوجه نشی، میبینی که خب طرف میگه برام کادو خریده، فلانو خریده، اما نمیبینی که خب اونی که پول اضافه داره این کارو انجام میده، نمیگم کار بدی داره میکنه، اون بحثش به کنار، اما یه نفر که داره همون اندک پولی که حالا جمع کرده، همون مقداری که داره در اختیار شما میذاره، درست مثل وقتش، خب این خیلی قشنگه. این نشون میده که خب این مرد جدی هست، یه احساس جدی داره. چون وقتی پول اضافه باشه، آدم همه جا ممکنه خرج کنه، اما وقتی کم باشه، دوست داره جاهایی که خودش دلش میخواد و براش مهم هست خرج کنه. و پول و زمان یک مثال هست، اولین نکته هم همینه. پس اگر میخواید بدونید که آیا واقعا یک مرد با شما جدی هست، رابطه عاشقانه میخواد، نمیدونم صادقانه میخواد، دوست داره متعهد بشه، حتما به این نکته توجه بکنید که این وقت و انرژیشو برای شما کنار میذاره یا نه. شماره 2، تعهد و هدف. ببینید دیگه خیلی واضح و آشکاره. خیلی وقتا متاسفانه ما تایم های طولانی رو با یک نفر میگذرونیم و همه چیز هم ممکنه خوب باشه ها، حداقل تو تصور خودمون اینطوریه که خب همه چیز خوبه، اما هدفی در انتهای کار نیست، به سرانجامی نمیرسه و یا خیلی وقت اصلا به سرانجامی نرسیده، تکلیفمون مشخص نشده، و بلا تکلیفی بدترین چیزیه که یک نفر میتونه تجربه بکنه. خب هدف و جدی بودن یعنی چی؟ من همیشه نظر شخصی این بوده که بعد از 1 سال باید هدف یک رابطه معلوم بشه. اما بذارید پرانتز باز کنم. ببینید، 2 نفر تصور کنید تو رابطه هستن که 3 ماه با هم ارتباط دارن، تو این 3 ماه کلن 1 بار یا 2 بار هم رو دیدن، یعنی هنوز تو فاز آشنایی هستن. یک نفر دیگه، یعنی 2 نفر دیگه 3 ماه تو رابطه هستن، اما تو این 3 ماه از 90 روزی که ما در نظر بگیریم، 30 روزش رو پیش هم بودن، 30 روز با هم قرار گذاشتن. این مثال بود. پس برای یکی ممکنه بعد از 6 ماه مهم باشه که دیگه هدفش رو بدونه، چون میگه من چی؟ من تایممو گذاشتم، ما تو این 6 ماه
500 بار همو دیدیم، اما یکی دیگه ممکنه بگه من تو یک سال کلن نمیدونم 10 بارم با طرف بیرون نرفتم، هنوز انگار تو فاز آشنایی هستیم. من اینو میذارم به عهده خودتون که بعد از یک مدتی هدف رو مشخص کنید، خودتون از بلا تکلیفی در بیارید، بدونید که آقا هدف من چیه، یا واقعا ما هم جدی هستی بگو، یا اگه نیستی اون هم بگو که من تکلیف خودم رو بدونم. اما نهایت بعد از یک سال فرقی نداره تو این یک سال 10 بار همو دیدید یا 100 بار، به نظر من باید بدونید هدف شخص مقابل و هدف اون مرد چیه. و اما اگر این مرد بعد از این تایم یا اصلا حتی زودتر که چه بهتر هدف مشخص کرد، شما رو از بلا تکلیفی در آورد، گفت که آقا من واقعا رابطه جدی میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام، جلوتر بریم، در نهایت به آشنایی خانواده ها ازدواج ختم بشه، خب این خیلی خوبه دیگه، از این واضح‌تر که نداریم که یک مرد هدف رابطه رو داره مشخص میکنه و تکلیف شما رو داره روشن میکنه. چون برای خانم‌ها خیلی مهمه که تایمشون رو خیلی هدر ندن با این مرد، با اون مرد. اصلا اهل این داستانات اکثر خانم‌ها نیستن، دوست دارن سریع‌تر یک رابطه رو به سرانجام برسونن و به ازدواج ختم کنن در بیشتر مواقع، نمیگم همه، به هر حال ممکنه استثنا همیشه باشه، اما اصلا مردم همینن، مردم دوست دارن به هر حال یک رابطه در نهایت به سرانجام و ازدواج ختم بشه. پس شما باید بعد از این تایم ببینید هدف طرف مقابل چیه. اگر هدف داشت، متعهد بود، سرانجامی داشت برای این رابطه، خب این دیگه نشونه واضحی هستش که اون مرد تمایل داره که یک قدم رابطه رو جلوتر ببره و در نهایت بعد از یک تایم دیگه و یک تایمی که در آینده قراره بذارید به ازدواج ختم کنه. اینم شد دومین نشونه. شماره 3، احساس مرد و احساس خانم. ببینید چی میخوام بگم توی این گزینه. خیلی وقتها خب مردا شاید خیلی وقتها تو دید خانوما اینجوری باشن که توجهی به احساس ندارن، توجهی به حرفای خانومه ندارن، خانومه خیلی وقتها ممکنه بنالن از اینکه خب حالا محبت کلامی نمیکنه، توجه به حرفام نمیکنه، حرف میزنم داره گوش میده اما اصلا یادش نمیاد من چی گفتم، اصلا نمیفهمه من چی میگم، یا خیلی وقتها گوشش با منه اما حواسش جای دیگه است، اصلا ذهنش جای دیگه است، یعنی توجه نمیکنه به حرفم و احساسم. خب یکی از مهمترین و سومین نشونه که حالا توی این ویدیو میخوام بگم، نشونه هایی که یک مرد واقعا آشکارا یک خانم رو میخواد، خیلی واضحه، توجه به همین قسمته. نه اینکه ببین، منظورم بذار با یک مثال بهتون بگم. یه زمان هست یک خانم میاد به اون کسی که باش در ارتباط هست، میگه که خب من یک مشکلی برام پیش اومده، ماشینم خراب شده، یه چند روزی مجبورم بعد از سر کار خودم برم سمت خونه و یه ذره برام سخته. نه اینکه حالا بیاد مستقیم بگه تو بیا منو ببر، اما وقتی یک مرد خودش میاد همچین کاری رو انجام میده بدون اینکه اون خانم گفته باشه، بدون اینکه به زبون آورده باشه، بعد از سر کارش میره دنبالش و میبرتش خونه، بهش میگه خب عزیزم نگران نباش، من خودم این چند روز میام میبرمت خونه تا زمانی که ماشینت درست بشه، به عنوان مثال. خب زمانی که یک مرد بدون اینکه یک خانم چیزی رو بگه، به حرف اون خانم توجه کرده، به احساس و مشکلش گوش داده و داره تلاش میکنه اون مشکل رو در حد توان خودش، در حد توانش، ببینید خیلی مهمه که در حد توان خودش برطرف کنه، ممکنه از اون 7 روزی که مثلا شما ماشین تعمیرگاه 2 روزش رو وقت داشته باشه که بیاد برای شما این کار رو انجام بده. شما نباید بنالی که از این که خب باید 7 روزش این کار رو برای انجام بده، یا توقع داشته باشه تو ذهنت که میگه ای بابا چرا نیومد این 1 هفته حالا برای من این کار رو انجام بده. خیلی وقتا آدم ها مشغله ها و سختی های زندگی خودشون رو دارن، اما وقتی با عنوان مثال از اون 1 هفته که ماشین شما تعمیرگاه میاد 2 روز 3 روزش بدون اینکه شما بگی شما رو بعد از سر کار میرسونه خونه، خب این نشون داده که این مرد مهمترین قسمت رو داره رعایت میکنه، اونم توجه به احساس، مشکل و حرفایی که شما بهش زدی و بدون اینکه بهش بگی یک کاری رو داره برات انجام میده، یک لطفی رو داره در حقت میکنه. خب وقتی یک نفر این کار رو انجام میده، ما متوجه میشیم که خب این شخص منو دوست داره. ببینید وقتی که من بگم قشنگتره، یا زمانی که نمیگم، و یا اصلا واقعا هم هدفم از گفتن این جمله که ماشینم خرابه این نبوده که تو بیا منو ببر، اما وقتی طرف میاد میگه بذار من این چند روز میام دنبال تو رو میبرم، خب این خیلی برای من قشنگتره و خیلی مسلماً جذابتر هست دیگه. خب نشون میده من خیالم راحت میشه، خب تا حدود این مرد واقعا منو میخواد دیگه، با من رابطه جدی میخواد، منو دوستم داره. و اینو میخواستم توی این ویدیو به عنوان گزینه سوم در نظر بگیرید که زمانی که یک مرد توجهش به احساس، مشکل و حرفای شما هست، یکی از نشونه های واضح این هستش که واقعا رابطه جدی با شما میخواد. شماره 4 و آخری. ببینید یه چیزی هست توی ذات مردها هست و
اونو خیلی وقتا دوست دارن که رعایت کنن و بهشون حس خوبی میده. اونم حس محافظت از آدمهای اطرافشونه. ببینید محافظت با کنترل کردن فرق داره. محافظت یعنی اینکه من از لحاظ احساسی، مالی، نمیدونم هر چیزی که حالا شما ممکنه تصوراتت باشه، دوست دارم ازت محافظت کنم. مثال میزنم، شما میگی که خب من میخوام برم خونه ساعت 11 شب، حالا بعد از سر کار، بعد از حالا رستورانی که بودین، هر چی. اگرم حتی شما رو نرسونه، اگر مثلا تاکسی بگیری و بری، مدام بهت پیام میده که عزیزم رسیدی یا نه، یا بهت میگه عزیزم رسیدی به من خبر بده حتما، مدام نگرانته، یا یه چیز دیگه، یه مشکلی داری، مشکل مالی، حالا روحی، هر چیزی، مدام پیگیره، دوست داره مواظب باشه، محافظت کنه. و این یه چیزی هستش که توی تمام مردها جز غریزه شون هست، این محافظت و مراقبت که در نهایت تبدیل میشه به مراقبت و محافظت از خانواده‌ای که قرار در آینده تشکیل بده، همسری که بگیره، بچه‌هایی که به دنیا بیان، و دوست داره این خانواده رو مواظبت و مراقبت کنه، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ احساسی. به هر حال یه حسی به اون خانواده باشه، به اون خانومی که باش تو ارتباط هست باشه که من دغدغه‌ای نداشته باشه، نگران نباشه. در حد توانش هر مردی دوست داره این کارو انجام بده، این محافظت رو انجام بده. و این واضح‌ترین نشونه این هستش که یک مرد واقعا شما رو میخواد. چون من اگر بخوام با تو فقط تفریح کنم، اصلا برام مهم نیست تو مشکل داری. شاید در ظاهر بگم ای عزیزم چه مشکلی پیش اومده، بگو ببینم حلش میتونم بکنم یا نه، اصلا بعدش یادم میره تو چی گفتی. یا همین مثالی که زدم، شما آخر شب میخوای بری، اصلا نمیگی به من پیام بده رسید، اصلا خبری نمیگیره، نگرانی نداره. خب همه اینو نشون میده که خب مرد علاقه ای نداره به شما. این مرد حالا به هر دلیلی، برای تفریح و هر چیز دیگه، با شما تو ارتباط بوده، اما خب اون علاقه، اون احساس، اون حس حفاظت در قبال شما رو نداره. و وقتی که اینطوری نیست، خب مسلمه که رابطه جدی نمیخواد. اما وقتی که برعکسش هست، مراقبت میکنه از شما، محافظت میکنه، این یکی از نشونه های واضح و آشکار این هستش که اون مرد واقعا شما رو میخواد. در نهایت به عنوان نتیجه گیری من سعی کردم این 4 مورد رو بهتون بگم. در آینده هم در مورد این قضیه صحبت میکنم. حالا سعی میکنم نشونه هایی که کمتر واضح هست و در آینده بهتون بگم. خب مردا با هم متفاوت هستن دیگه. اما تو این ویدیو سعی کردم نشونه های واضح رو بهتون بگم. حالا هر کدوم از این نشونه ها براتون جذاب تر بود، این زیر بنویسید، یا چیزی بود که خواستید اضافه کنید و به من کمک کنید که تو ویدیوهای آینده از اون استفاده کنم، اما اونم حتما کامنت کنید. دیگه بیشتر از این چیزی نمیگم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.